سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیروزی همراه باشید با خبرهای امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است فرقی بین حقوق شهروندی شیعه و سنی وجود ندارد آقای روحانی تاکید کرده دولت او از ابتدا به مردم ایران قول داده همه به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار شوند و به این وعده پایبند است اظهارات آقای روحانی در حالی است که علیرغم شعارهای تبلیغاتی وی در جریان انتخابات تا کنون هیچ اقدام مشخصی از سوی دولت در جهت برطرف کردن نقض حقوق اقلیت ها انجام نگرفته است آقای روحانی همچنین گفته جمهوری اسلامی باید برای یک تحول بزرگ در مسائل اقتصادی سیاسی فرهنگی و سیاست خارجی آماده شود و در تشریح این تحول در عرصه اقتصادی به تسهیلاتی برای صادرات کالاهای ایرانی توسعه تولید فراورده های نفتی پالایشگاهی پتروشیمی و افزایش فعالیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرده است حسن روحانی که به استان هرمزگان سفر کرده تحریم های غرب علیه برنامه اتمی ایران را ظالمانه خونده و تاکید کرده که تحریم های ظالمانه را باید برداریم. آیا روحانی همچنین از سرمایه گذاری خارجی که به نفع اشتغال باشد استقبال کرده و از اراده ایران و گروه پنج به علاوه یک برای حل و فصل موضوع هسته ایران سخن گفت و ابراز امیدواری کرد این اراده تداوم داشته باشد. این در حالی است که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی تهدیدی نه تنها برای اسرائیل بلکه برای تمام کشورهای اروپایی خواند به گزارش خبرگزاری رویترز خانم مرکل این اظهارات را در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیان کرده است بنیامین نتانیاهو نیز در این کنفرانس خبری موافقت قدرت های جهانی با غنیسازی اورانیوم را یک اشتباه خوانده و گفته است تمام رهبرانی که در خاور میانه با آنها به طور مستقل صحبت کرده چنین موضعی داشتند به گفته او اگر ایران واقعا خواستار انرژی اتمی برای مصارف غیر نظامی است نیازی به غنیسازی اورانیوم و سانتریفیوژ ندارد محمد جواد ظریف بعد از ظهر امروز چهارشنبه پس از دیدار و گفتگو با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در نشست خبری مشترک در پاسخ به سوالی در خصوص عدم خوشبینی رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک گفت آنچه ایشان مطرح کردند دیدگاه مردم ایران است و مشکل این مردم با روش برخورد آمریکا و کشورهای غربی با موضوع هسته و نحوه برخورد آنها با جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته بوده که بیاعتمادی شدیدی را نسبت به غرب و به ویژه آمریکا در میان مردم ما ایجاد کرده است. آیه ظریف گفته مردم و دولت ایران بر قول و تعهداتشان نیستند. مخلف وعده نمی کنیم و در مذاکرات جدی هستیم. در ادامه تنش میان دولت حسن روحانی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جن نوباوه عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما خواستار جایگزینی فرد دیگری به جای حسام دین آشنا به نمایندگی از دولت در این شورا شد. آقای آشنا مشاور حسن روحانی در روزهای اخیر انتقادات تندی را متوجه صدا و سیما کرده است. آقای نماینده حسن روحانی در شورای نظارت بر صدا و سیما خبر داده که صدا و سیما علاوه بر بودجه رسمی این سازمان از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تأمین آن مهلتی دو ماه تعیین کرده است بودجه ای که گفته می شود معادل بودجه یک سال سازمان صدا و سیما است در همین حال مرتضی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته دولت با فشار بودجه ای میخواهد صدا و سیما را به ابزار خودش تبدیل کند اختلاف میان صدا و سیما و دولت روحانی در پی مصاحبه زنده حسن روحانی در ماه گذشته بروز کرد که طی آن صدا و سیما و ریاست جمهوری هر کدام در صدد تحمیل مجریهای خود برای آن مصاحبه بودند اما شماری از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان استیزاه وزیر آموزش و پرورش شدند امضا کنندگان علی اصغر فانی را به هجده مورد سوء مدیریت متهم کردند در صورت استیزاه وزیر آموزش و پرورش و نخستین وزیر دولت 11 هم است که استیزاه می شود در سه ماه گذشته سه عضو کابینه دولت 11 هم وزیران اقتصاد علوم و ارشاد از مجلس اختیار یا کارت زرد دریافت برخی نمایندگان مجلس از آماده شدن طرح استیزاه وزیر آموزش و پرورش خبر دادند. فتولای حسینی نماینده قصر شیرین در این خصوص به خبرگزاری فارس گفت که برای استیزاه وزیر آموزش و پرورش طرحی تهیه و 79 نفر هم آن را امضا کردند. وی ابراز اطمینان کرد که این نمایندگان از پیگیری طرح استیزاه منصرف نخواهند شد. حسینی میگوید استیزاه کنندگان وزیر آموزش و پرورش 18 مورد از سوء مدیریت های علی اسقر فانی را از جمله در ارتباط با تضییع حقوق مسلم فرهنگیان شاغل و بازنشسته بیتوجهی به حقوق فرهنگیان ایسارگر و واگذاری غیر اصولی مسئولیت ها فهرست کردند نماینده قصر شیرین بیتوجهی به هوشمندسازی مدارس خاص شاهد استعدادهای درخشان و غیر انتفاعی، و عدم پرداخت حقوق معلمان ایثارگر و حق و تدریسی را از محورهای دیگر طرح استیزاه فانی عنوان کرد. حسینی ضمن انتقاد از عدم پرداخت حق سرویس ایاب و زهاب به کارکنان آموزش و پرورش گفت مدیریت وزیر آموزش و پرورش به هیچ وجه قابل تحمل نیست. وی قطع پرداخت هزینه ایاب و زهاب دانش آموزان استثنایی را از دیگر محورهای استیزاه وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد. علی اصغر دومین گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که پنجم آبان ماه با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع نمایندگان مجلس به کابینه پیوست. پیش از او محمد علی نجفی با اختلاف یک رأی از نشستن بر این مسند باز ماند. در همین حال علی اصغر به پایگاه اطلاع رسانی مجلس گفت که هنوز درباره استیزا خبری به او اعلام نشده است. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که نمایندگان اختیاراتی دارند و طبق اختیارات خود عمل می کنند. این تر هنوز به هیئت رئیسه مجلس ارائه نشده است. استیزا احتمالی وزیر آموزش و پرورش پس از اعلام وصول تر و خوانده شدن آن در صحن علنی مجلس به جریان میافتد در رویدادی دیگر و مرتبط نیز طرح و یک نماینده مجلس از محمود علوی وزیر اطلاعات در خصوص تضعیف امنیت ملی در دولت حسن روحانی تقدیم مجلس شد متن کامل طرح سوال این نمایندگان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده و امضا کنندگان این طرح خواستار حضور علوی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شدند در این طرح از علوی بیش از 20 سوال درباره مواردی همچون تلاش برای عادی سازی رابطه با آمریکا توسط وزارت امور خارجه و رئیس جمهوری سوال شده است. کت دانستن آمریکا درخواست نظرسنجی برای رابطه با آمریکا توان خواندن قدرت دفاعی کشور و ممانعت از برگزاری رزمایش های موشکی از دیگر پرسش های نمایندگان است. آنها همچنین از وزیر اطلاعات خواستند درباره اجابت خواسته های آمریکایی ها در ممانعت از سفر هیئت های فرهنگی و نظامی دیگر کشورها به ایران از سوی دولت روحانی توضیح دهد اینتر در این در عین حال درباره عدم شفافیت مواضع مسئولین دولتی درباره اسرائیل عدم جدیت در حمایت از تفکر مقاومت در منطقه و تعهدات فراتر از قانون در توافق نامه ژنو از وزیر اطلاعات سوال کرده است توضیع نامناسب سبد کالا حضور عناصر فتنه در پست های مهم و کلیدی کشور و عدم توجه به اساس وحدت و انسجام ملی دو سؤال دیگر نمایندگان از علوی را تشکیل می دهد در پایان این تر از محمود علوی به طور مشخص پرسیده شده که اقدامات وزارت اطلاعات در ممانعت از این اقدامات چه بوده است اظهار پیدرپی اعضای پی کابینه حسن روحانی به مجلس و افزایش بی سابقه طرح سوال از وزیران با انتقادهایی از سوی رئیس جمهور و حامیان دولت روبرو شده است. گزارش عملکرد نظارتی مجلس ایران از سه ماه نخست فعالیت دولت 11 هم حاکیست روحانی و هیئت دولت در 96 روز 1429 بار تذکر گرفتند. طی این مدت وزیران کابینه 277 بار مخاطب پرسش‌های نمایندگان بودند. برخی از ناظران اصولگرایان تند رو را متهم به تحت فشار قرار دادن دولت می کنند. کاخ <متصف> سفید میگوید باراک اوباما به وزارت دفاع آمریکا دستور داده طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا پایان سال جاری تهیه کند در بیانیه کاخ سفید آمده است از آنجایی که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان قصد ندارد پیمان امنیتی دو جانبه را که به شماری از نیروهای آمریکایی اجازه می دهد پس از پایان سال جاری در افغانستان بمانند امضا کند این دستور صادر شده است بیانیه میافزاید در صورت امضای این پیمان، آمریکا آماده است شمار محدودی از نظامیانش را برای آموزش نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم پس از سال 2014 در افغانستان نگه دارد. بیانیه کاخ سفید همچنین از تماس تلفنی باراک اوباما با حامد کرزای در روز سه شنبه خبر داده است. سناتور جان مکین خواستار بازنگری در فروش 24 بالگرد آمریکایی به عراق به دلیل قرارداد نظامی این کشور با ایران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای مکین گفته است این اقدام باید در واکنش به قرارداد عراق برای خرید تجهیزات نظامی از ایران انجام گیرد. روز گذشته رویترز فاش کرد که عراق و ایران قراردادی نظامی به ارزش 195 میلیون دلار امضا کردند که طبق آن ایران برخی از مایحتاج نظامی ارتش این کشور را تأمین می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر فروش سلاح از ایران به عراق را نگران کننده خواند و سفیر ایران در عراق این موضوع را تکذیب کرد ابو محمد جولانی رهبر گروه النصر شاخه تشکیلات القاعده در سوریه به رقبای اسلامگرای خود پنج روز مهلت داد تا میانجیگری برای پایان دادن به جنگ میان خود را بپذیرند به گزارش خبرگزاری رویترز آقای جولانی در پیامی صوتی هشدار داده است اگر بار دیگر حکم خدا را رد کنید امت علیه تفکر جاهل تجاوزکار بسیج خواهد شد و شما را از عراق بیرون خواهد راند در ماه اخیر تنش میان گروه انصره و برخی از گروه های اسلامگرا با گروه داعش به درگیری فراگیر میان آنان تبدیل شده است این جنگ به کشته شدن صدها نفر و تضعیف مخالفان مسلح اسد انجامیده است دولت اسلامی عراق و شام با نام اختصاری داعش در پی ایجاد امارات اسلامی در مناطق غرب عراق و بخشهایی از سوریه است گزارش های تایید نشده حاکی از حمایت جمهوری اسلامی ایران و دولت بشار اسد از گروه داعش است تا از یک سو باعث تضعیف گروه های مخالف دولت سوریه شود و از سوی دیگر به غرب نشان دهد که در صورت سرنگونی دولت اسد تندروهای مرتبط با القاعده قدرت را در سوریه به دست خواهند گرفت لورنس سیلورمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه در سخنرانی خود در کنگره این کشور گفته است حزب الله لبنان با مداخله مستقیم در جنگ داخلی سوریه و به نفع رژیم اسد باعث شد که جنگ به داخل لبنان کشیده شود این مقام آمریکایی افسوده است آنچه که حزب الله در سوریه مرتکب می شود تهدید جدی و عمیق برای منطقه به شمار می رود. لبنان طی هفته های گذشته شاهد سلسله انفجارها و حملات انتحاری گروه های تنروی اسلامی در جنوب این کشور بوده است. حزب لبنان که از حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی برخوردار است از زمان شروع قیام مردم سوریه در کنار رژیم بشار اسد به سرکوب مخالفان سوری می پردازد. مجلس دومای روسیه اعلام کرد که ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین رئیس جمهور قانونی این کشور است مسکو پیشتر نیز حاکمان جدید کیف را متهم کرده بود که با شیوه های تروریستی به دنبال سرکوب مخالفان خود هستند در همین حال رئیس جمهور موقت اوکراین نسبت به تجزیه اوکراین هشدار داد مجلس دومای روسیه اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین همچنان رئیس جمهور قانونی این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان روسیه موسوم به دوما در پی سرنگونی دولت اوکراین به دنبال تصیب بهتر است تا بتواند از روستبارها در مناطق جنوبی و شرقی اوکراین حمایت کند. در همین حال، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با یان آسلبورن همتای لوکزامبورگی خود عنوان داشت تمام گروه های سیاسی در اوکراین باید برای تحقق مجدد آرامش تلاش کنند. وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد این مسئله که ما بخواهیم اوکراین را بر انتخاب یک گزینه در میان روسیه و غرب مجبور کنیم امری بسیار خطرناک است. لاوروف گفت ما نیز علاقمند هستیم که اوکراین عضوی از, از خانواده اروپا به معنای کامل کلمه باشد. وی تاکید کرد روسیه در امور داخلی اوکراین مداخله نمی کند و انتظار دارد که غرب هم به همین شیوه رفتار کند. در همین حال رئیس جمهوری موقت اوکراین به همراه مقام های امنیتی این کشور نسبت به علائم جدایی طلبی و تهدیدهای علیه امنیت اراضی اوکراین در شبه جزیره کریم ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر تورچینوف سخنگوی پارلمان این کشور که اکنون موقتا رهبری این کشور را بر عهده دارد به دنبال تظاهرات در شبه جزیره جنوبی کریمه علیه دولت موقت مقام های مختلف این کشور را فراخواند تا در خصوص این نارامی ها گفتگو کنند دفتر امور رسانه ی آقای تورچینوف بعد از این گفتگوها در بیانیه ای اعلام کرد در این جلسه در خصوص جلوگیری از بروز کردن هر گونه نشانه جدایی طلبی و تهدید علیه تمامیت ارزی و همچنین مجازات بانیان این اقدام ها صحبت کردیم. در رویدادی دیگر نمایندگان پارلمان اوکراین با اکثریت مطلق آرا رأی دادند که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده و فراری همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین المللی جنایی تحویل داده شوند. در قطنامه پارلمان اوکراین این مقام های سابق به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوبی اعتراض های اخیر و کشته شدن بیش از 100 نفر متهم شدند. در تحولی دیگر و در حالی که به دنبال برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین رئیس جمهور موقت در این کشور کنترل اوضاع را در دست گرفته، گزارش ها است که ساکنان شبه جزیره کریمه که اکثرا روز زبان هستند، علیه این دولت موقت دست به تظاهرات و اعتراض زدند. به گفته ی رویترز، برخی از ساکنان کریمه علنا خواهان جدایی از اوکراین شدند. شبه جزیره کریمه که مورد مناقشه اوکراین و روسیه است تا سال 1954 بخشی از روسیه بود. اما در آن سال و در دوران حیات اتحاد جماهیر شوروی به اوکراین تعلق گرفت. اکثر ساکنان شبه جزیره کریمه به زبان روسی صحبت می کنند و این منطقه روابط نزدیکی با روسیه دارد. به گفته ی رویترز برخی از ساکنان این منطقه شروع به تشکیل گروه های شبه نظامی کردند که حاکی از نارضایتی آنها از تحولات اخیر در اوکراین است در همین خصوص آرسنی یاتسنیوک از اعضای ارشد پارلمان اوکراین به روسیه هشدار داده که در مسائل کریمه دخالت نکنند طبق اظهارات مقام های اوکراین کارزار انتخابات زودرس ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شده و قرار است در هفته جاری نخست وزیر و کابینه موقت جدید در کیف معرفی شوند. ادامه بحران در اوکراین در حالی است که روسیه مشروطیت دولت جدید اوکراین را نپذیرفته و دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه گفته است که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت که پارلمان بدون انجام بحث های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرد. نارامی های اوکراین از ماه نوامبر و زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ از امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا سر باز زد و به جای آن به روسیه بیشتر نزدیک شد. در جریان درگیری های چند روز اخیر این کشور نزدیک به 80 نفر از نیروهای پلیس و معترضان کشته شدند و سرانجام یانوکوویچ مجبور به فرار شد. آمریکا به سه دیپلمات ونزوئلایی 48 ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک کنند. این اقدام به تلافی اخراج سه دیپلمات کنسولگری آمریکا در کاراکاس انجام شده است. نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا هفته گذشته دیپلمات‌های آمریکایی را به استخدام افرادی برای رهبری اعتراض‌های ضد دولتی اخیر در کاراکاس متهم کرد. اتهامی که آمریکا آن را بی اساس خوانده است. در اعتراض‌های اخیر در ونزوئلا صدها نفر کشته و بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان از وی خواسته است تا کشورش در مأموریت نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی نقش فعالی ایفا کند در این درخواست بانکیمون خواستار مشارکت ترکیه در مأموریت نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان بخشی از نیروی اتحادیه اروپا شده است آقای اردوغان اعلام کرده که ترکیه هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته و در حال ارزیابی این درخواست است. هفته گذشته بانکیمون خواستار اعزام 3000 هزار, ن... هزار نیروی نظامی به جمهوری آفریقای مرکزی برای مقابله با خشونت‌های قومیتی در این کشور شده بود. پیشتر اتحادیه اروپا نیز خواستار مشارکت ترکیه در اعزام نیروی نظامی به آفریقای مرکزی شده بود. اما خبر دیگر از ترکیه انتشار یک فایل صوتی منتصب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و پسرش در مورد پرونده فساد مالی یک بار دیگر فضای سیاسی ترکیه را ملتهب کرد در این فایل صوتی آقای اردوغان از پسرش میخواهد سی میلیون یورو پولی را که در خانه نگهداری میشود فورا به خارج و پنهان کند در واکنش آقای اردوغان گفته است این فایل ساختگی و توطئهای بر... بر علیه دولت در آستانه انتخابات است مایستان بختیاری و جزیات بیشتر پس لرزایی سیاسی که در پی مطرح شدن پرونده فساد مالی در ترکیه به وجود اومده پایانی نداره این بار انتشار یک فایل صوتی منتصب به آقای رجب طیب و پسرش جنجال بسیار زیادی رو در رسانه های ترکیه و در میان افکار عمومی به وجود آورده روز گذشته یک فایل صوتی در یوتیوب منتشر میشه که فردی که این فایل رو منتشر میکنه مدعی هستش که مکالمه تلفنی آقای رجب و بلال پسرش است درست در روز 17 دسامبر روزی که پرونده فساد مالی در در ترکیه مطرح میشه در این فایل صوتی که منتسب با آقای رجب طیب اروغان ار هستش آقای اروغان ار از پسرش بلال میخواد که فورا مبلغ سی میلیون یورویی که در خانه وجود داره رو از خانه خارج کنه و در جایی پنهان بکنه البته هنوز هیچ منبع موثقی صحت و سقم این فایل صوتی رو تایید نکرده ولی دستکم تا الان که این گزارش رو من برای شما میفرستم بالغ بر سه میلیون نفر از این فایل صوتی دیدن کردن حتی میشه تا حدودی نظرسنجی ها رو در اینجا دید نزدیک به دوازده هزار نفر در واقع لایک کردن این فایل صوتی رو یعنی موافقت خودشون رو اعلام کردن و حدود 3000 نفر هم آن لایک کردن و یعنی مخالفت خودشون رو با این موضوع اعلام کردن به نظر میاد موافقین با این فایل صوتی بسیار بیشتر از مخالفین هستش همین موضوع هم در فضای رسانه‌ای ترکیه و در میان روزنامه‌ها امروز با زیادی داشت چه رسانه‌ها روزنامه‌ها و رسانه‌های موافق دولت چه رسانه‌های مخالف و در رأس اونها گروه‌ها و افراد منتقد و مخالف دولت همچون حزب خلق ترکیه که بلافاصله اعلام کردن فایل صوتی واقعی هست و آقای اردوغان باید استفا بده البته دفتر نخست وزیری و خود شخص آقای اردوغان هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن آقای اردوغان در یک سخنرانی گفتن که کسانی که این فایل رو منتشر کردن دست به یک امر غیر اخلاقی زدن این فایل اساسا غیر واقعی و ادیت شده هستش و مطمئن باشند که دولت به زودی پاسخ اونها رو خواهد داد. همینطور آقای عرقان گفتند که شخص رجب طیب عرقان و یا حزب عدالت و توسعه در مقابل چنین این های کوتاه نخواهند اومد و کسانی که این فایل رو منتشر کردن دقیقا هدفشون این هست که در آستان انتخابات محلی افکار عمومی رو منحرف بکنن البته فایل صوتی هم که منتشر شده کیفیت صدای بسیار پایینی رو داره به نحوی که حتی فردی که اون رو منتشر کرده ناچار شده که متن مکالمه رو بر روی اون درج بکنه حتی در موارد این مکالمه قطع و بس میشه و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از روزنامه های حامی دولت مدعی بشن که اساسا این فایل غیر واقعی و ادیت شده استش در مقابل فردی که فایل رو منتشر کرده هم مدعی است حتی ویدئویی که مربوط به نحوه خروج این پول ها از خانه آقای اروان هست رو در اختیار داره و میتونه در زمان مختزی اون رو منتشر بکنه بر روی چه این فایل صوتی واقعی باشه و چه غیر واقعی باشه در شرایط کنونی دو مسئله اساسی در ترکیه مطرح است نخست اینکه گویا قرار نیست پرونده فساد مالی در ترکیه به این سادگی ها خاتمه پیدا بکنه مسئله دوم این هستش که دست کم در همین مدت زمان کم حدود دو ماه که از مطرح شدن پرونده فساد مالی میگذره این موضوع تونسته بزرگترین چالش سیاسی رو پیش روی حزب ادالت و توسعه و شخص آقای رجب طیب اردوغان قرار بده و به نظر مثل با وجود که کمتر از یک ماه دیگه به برگزاری انتخابات محلی باقی مونده شرایط بسیار دشواری رو شخص آقای رجب تای در پیش رو خواهد داشت مجید تخت روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفته که پس از توافق هسته ای فضای رقابتی برای برقراری روابط با ایران در میان کشورهای مختلف به ویژه اروپا به وجود آمده است. آقای تخت روانچی در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفته است مذاکره با آمریکا در دستور کار ایران قرار ندارد و هر مذاکرات با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای صورت خواهد گرفت. وی گفته است جمهوری اسلامی ایران نه مجاز است و نه در پی برقراری مسائل دو جانبه با آمریکا است. معاون وزارت امور خارجه همچنین گفته مقامات ایرانی در گفتگو با های اروپایی که به تهران سفر کردند علاوه بر مسائل ای در درباره روابط دو هم گفتگو می‌کنند و این فقط شامل اروپا است و شامل آمریکا نمی‌شود. حسن قفوری فرد پس از گذشت نزدیک به نه ماه از انتخابات ریاست جمهوری از ارسال نامی محرمانه به رهبری درباره رد صلاحیت حاشمی رفسنجانی خبر داده است. به در مصاحبه با سایت جماران گفته من به توصیه آقای اسکرولادی نامی محرمانه به آقا نوشتم اما آن را منتشر نکردم. آقای قفوری فرد در این مصاحبه از چهار اشتباه بزرگ نام برده که سرنوشت انقلاب را به شدت تحت تاثیر قرار داد به رئیس جمهور نشدن بهشتی کنار گذاشته شدن مهدوی کنی از نخست وزیری حضور احمدی نژاد به جای حاشمی رفسنجانی در ریاست جمهوری سال 84 و رد صلاحیت آقای حاشمی در انتخابات 92 نام برده که جواب قانع کننده ای درباره آنها وجود ندارد به گفته در حالی که هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان بوده ما چطور صلاحیت ایشان را رد کردیم قفوری فرد گفته هاشمی را رد صلاحیت کنیم و آقای روحانی را رو میآوریم در حالی که آقای روحانی اعلام کرده بود اگر هاشمی بیاید من نمیایم و وقتی هم که آقای هاشمی ثبت نام کردند آقای روحانی ستادهایش را بست رد صلاحیت آقای هاشمی یک اشتباه بزرگ بود در واکنش به اظهارات اخیر علی اکبر ناطق نوری که از تندروی در کشور انتقاد کرده بود، حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت این روزها علی اکبر ناطق نوری در قاب سیاسی فتنگران ظاهر شده و به کنایه خطاب به ناطق نوری گفته است حضرت عالی و بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان دیگر پست و مقام و زندگی آرام و بی خود را مدیون فداکاری و پاکبازی کسانی هستید که آنان را تندرو و بی ترمز می نامید. روز یک شنبه یه هفته جاری آقای ناطق نوری در سخنانی گفته بود یکی از بدبختی های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بی ها هستیم. اما خبرهای ضد و نقیزی از تیراندازی به سوی سفارت ایران در بغداد پایتخت عراق منتشر شده است. در حالی که برخی منابع وقوع این حادثه را تایید می کنند، منابع دیگر آن را رد کرده و می گویند که حادثه به سفارت ایران ارتباطی نداشته است. سفارت ایران در بغداد در نزدیکی منطقه خزرو قرار دارد که منطقه حفاظت شده است این سفارتخانه پیشتر در معرض حملاتی با خودروهای بمب گذاری شده و شلیک خمپاره قرار گرفته بود شب گذشته از سفارت ایران در بغداد صدای تیراندازی و درگیری شنیده شد تلویزیون لبنانی المیادین در خبری فوری اعلام کرد که یکی از نگهبانان سفارت در پی این تیراندازی زخمی شده است علی نراقی سخنگوی سفارت اعلام کرد که این محل هدف هیچ حمله ای نبوده اما فرانس پرس به نقل از یک مقام وزارت کشور عراق گزارش داد که شلیک تیر ناشی از خودکشی محافظ عراقی سفارت بود ساعتی بعد حسن داناییفر سفیر ایران در بغداد نیز خبر تیراندازی به سفارت ایران و کشته شدن یکی از محافظان این محل را تکذیب کرد داناییفر به خبرگزاری ایسنا گفت در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت ایران در نزدیکی استانداری بغداد برای دقایق تیراندازی روی داد که در اثر آن یک نفر زخمی شد اما هدف تیراندازی سفارت ایران نبود و به کارکنان آن هم آسیبی نرسید در همین حال در پی این تیراندازی راه‌های منتهی به سفارت ایران در منطقه سبز بغداد بسته شدند این منطقه تحت حفاظت شدید امنیتی قرار دارد و کلیه وزارتخانه ها و دفاتر دولتی و سفارتخانه های خارجی در آن واقع شدند. به موازات این رویداد، تلویزیون العربی از وقوع انفجار مهیبی در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر داد. خبرنگار المیادین نیز گزارش داده که صدای انفجار در خیابان ابو نواس در نزدیکی دجله شنیده شده است. خشونت در اراق در ماه‌های گذشته گسترش یافته است. تنها در سه هفته نخست ماه فوریه 660 نفر در بمبگذاری عملیات انتحاری و انفجارهای کور کشته شدند. فرانس پرس به نقل از محافل امنیتی و پزشکی اراق می نویسد که از ماه ژانویه تا کنون 1650 نفر در این کشور در درگیری های خونین جان باختند. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام وزارت نفت هند اعلام کرده کشورش آماده پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون دلار به ایران برای تسویه بخشی از بدهی های خود بابت واردات نفت خام است اظهارات این مقام هندی در آستانه سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دهلی نو مطرح شده است آقای ظریف قرار است فردا پنجشنبه به هند برود بر اساس یک قرارداد منعقده میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در نوامبر سال گذشته ایران به بیش از چهار میلیارد دلار از طلب خود از کشورهای مختلف بابت صدور نفت خام دسترسی مییابد بر اساس طرح پرداخت طلبهای نفتی ایران تهران میتواند 450 میلیون دلار از هند در اول ماه مارس دریافت کند شرکت های نفتی هند در حال حاضر بیش از 3 میلیارد دلار به ایران بابت واردات نفت خام بدهکار هستند. حسانه قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان ایران از کسری 6 هزار میلیارد تومانی بودجه حوزه بهداشت خبر داد. وزیر بهداشت با بیان اینکه دولت در شرایطی نیست که بتواند همه کارها را در کوتاهترین زمان به سرانجام برساند گفته در زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل گرفت خزانه دولت خالی بود در همین حال علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم اعلام کرده بودجه سلامت کشور با 7000 هزار میلیارد تومان کسری قطعی مواجه است امام جمعه مشهد از وضعیت حجاب مهمانداران به شدت انتقاد کرده و گفته آرایش های تند مهمانداران هواپیما یک نوع دهنکجی به ماست. خبرگزاری تصنیم به نقل از وی خبر داده گاهی میبینیم خانم مهماندار هواپیما پشت بلنگو میگوید که ما از خانمهای محترم خواهش میکنیم هجاب اسلامی را رعایت کنند در حالی که خود آرایش تندی کرده و بخش عمده از ظلفهایش هم بیرون و صورتش نیز باز است و آدم احساس میکند که به ما هنکجی کرده و ما را مسخره میکند آقای علم در کنار احمد خاتمی از جمله روحانیون تندرو در ایران هستند که به شدت به وضعیت پوشش زنان انتقاد می کنند. آنها در سالهای گذشته گفته بودند برای مقابله با بدهجابی باید خون ریخته شود. فیسبوک شبکه تلویزیونی ایرانی پرستیوی را از ارسال پست جدید برای صفحه خود در این شبکه اجتماعی به مدت دوازده ساعت محروم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر این محدودیت پس از آن ایجاد شد که پرس تیوی تصاویری از سید حسن نصرالله رهبر حزب الله را منتشر کرد صفحه پرس تیوی در فیسبوک حدود یک میلیون و سیصد هزار طرفدار دارد فیسبوک برای این تعلیق موقت به قوانین استناد کرده است در ادامه واکنش محافل تندرو به توقیف روزنامه آسمان که چندیست توقیف شده محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته است معترضان به حکم قصاص مرتد هستند روزنامه آسمان در نسخه روز سهشنبه 29 بهمن با انتشار مطلبی حکم قصاص را غیر انسانی دانسته بود محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید آیت الله خمینی گفته بود افرادی که حکم قصاص را غیر انسانی می دانند مرتد هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای منتظری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن اعلام اینکه آقای خمینی چنین سخنی گفته افسود بنابراین باید گفت مخالفان قصاص مرتد هستند. منتظری افسود در حال حاضر ادعی کژفکر، کجندیش و کژفهم می‌خواهند احکام مسلمه قرآن را زیر سوال ببرند. آقای منتظری ضمن اعتراض به زیر سوال بردن اصل قصاص گفته تردید ایجاد کردن در محکمات اسلام و قرآن با مسلمانی فرد ناسازگار است وی افسوده اگر شخصی اسلام را پذیرفت معنای آن این است که ملتزم به همه محکمات آن است و چنین فردی نمیتواند یک سری احکام مسلم اسلام را رد کند رئیس دیوان عدالت اداری گفته پس از انقلاب نیز وقتی قرار شد قصاص در قانون مجازات اسلامی لحاظ شود ادهی در جبهه ملی به قصاص به عنوان یک مسئله غیر انسانی اعتراض کردند وی ادامه داده که آقای خمینی بلافاصله تا این خبر را شنیدند حکم ارتداد ایشان را صادر و تأکید کردند که اگر سخن خود را پس نگیرند مرتدند منتظری مدعی شده حالا با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی دوباره افرادی که کشفکری، کجندیشی و کشفهمی آنان ریشه در همان جپه ملی دارد دوباره همان سخن را میگویند تا موجی در جامعه ایجاد کنند اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به انتشار مطلبی در روزنامه آسمان سهشنبه 29 بهمن به نقل از داوود هرمیداس باوند که در خاطرهی لایحه اسلامی قصاص را غیر انسانی خوانده بود بیان شده است چند روز بعد روزنامه آسمان به همین علت از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. مقام های جمهوری اسلامی در حالی از اجرای قصاص در ایران دفاع می کنند و آن را جزو دستورات قرآن و اسلام می دانند که برخی کارشناسان مذهبی معتقدند قصاص حکمی فقهی است و می تواند بر اساس نظر فقها ها تغییر کند. سالیانه صدها نفر در ایران و سایر کشورهای اسلامی بر اساس همین حکم کشته می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت معدن و تجارت به وضعیت کارخانه فولاد میبود اشاره کرد و گفته دولت این کارخانه را به اسم خصوصی سازی به فروش رسانده اما این کار منجر به تعطیلی کارخانه شد و 250 کارگر این کارخانه حدود 6 ماه است که حقوقی دریافت نکردند از سوی دیگر یکی از کارگران کارخانه آلدا در دامغان از تعویق سماهی حقوق حدود 60 کارگر شاغل در این واحد تولیدی به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان می شود خبر داده است. سرپرست دفتر امور جنگلی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور از نابودی 18 میلیون اصل درخت بلوط بر اثر آفت زغالی بلوط در جنگل های زاگرس خبر داد. کامران پور مقدم گفته است این درخت ها که به کلی خشک شدند قابل احیا نبوده و تمرکز خود را بر روی احیای درختان زنده اما بیمار گذاشته به تاکید کرده است باید برای جلوگیری از ادامه روند نابودی جنگل‌های بلوط و مدیریت صحیح جنگل‌ها هنگام خشکسالی و تغییر جمعیت اقلیمی مدیریت اکوسیستم‌های جنگلی را به صورت یکپارچه و متناسب با تغییرات اقلیمی اعمال کنیم مدیر کل توسعه پایدار سازمان محیط زیست آخرین رتبه ایران در شاخص عملکرد محیط زیستی را از میان 132 کشور رتبه 114 عنوان کرد و به نقل از گزارش بانک جهانی گفت اگر به بحران‌های زیستی همچون آب توجه نشود در آینده شاهد جنگ آب در کشور خواهیم بود و مسئله محیط زیست وارد مسائل امنیتی خواهد شد زهرا جواهریان در دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار در دانشگاه تهران همچنین از شرایط نامناسب اقلیمی کشور از نظر گرد و غبار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا خبر داد و گفت شش ماه اول سال کشور در گرد و غبار است و شش ماهه دوم آلودگی هوا گریبان مردم را گرفته است سالانه 2700 نفر جان خود را به خاطر آلودگی هوا از دست می دهند و شهرهایی چون تهران، اهواز و اصفهان جزو ده شهر آلوده جهان هستند. فرشته روح معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته زنان در دوره پهلوی عروسک های خیم شبازی در دست مردان بودند و به علت بل قربانگو بودند به وزارت رسیدند. به نظر می رسد اظهارات این مقام مسئول واکنشی است به گفتهای اخیر فائزه هاشمی که وضعیت سیاسی زنان قبل از انقلاب را بهتر از وضعیت کنونی توصیف کرده بود به گزارش خبرگزاری فارس خانم روح افسا گفته زنان صاحب منصب در دوران پهلوی زمینهای ایجاد فساد و فحشا در رفتار و کردارشان نمایان بود و برای بنیانی کردن جو فساد فحشا و بیهجابی میکوشیدند و در ادامه با تعریف و تمجید از موقعیت کنونی زنان در ایران گفته زنان پیرو ولایت افتخارشان داشتن مصند و پست سیاسی نیست بلکه آنها رؤسای دولت ها و مردان و زنان مبارز را تربیت می با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم. بدرود.